من تعجبم چطوری خیلی از دوستان ما ادعای علم میکنن، فتوا میدن که ختم کردن در نماز تراویح و تهجد بدعت، ما علم نخوندن. کجا خوندن؟ چطوری عالمی خیرخواه امت محمد باشه صلی الله علیه و سلم و بگه من دلسوزم دوست بداره که خانه خدا تو شبهای رمضان به 5 نفر برسه، به 5 نفر برسه و کوچه ها و خیابان ها پر از آدم بکنه، مسجد خانه خدا رو خالی بکنه؟ فردای قیامت چی میخواد جواب بده؟ و من ازلم و ممنم من ها مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابه ها. چه کسی ظالمتر از اونی که مانی ذکر خدا؟ آیا نماز خوندن ضرر داره؟ گفته قیام رمضان، گفته من قام رمضان، تعداد رکعتش هم نگفته. تو تا صبح نماز بخون، وقت مفتوحه، از بعد از نماز عشاء بخون تا نماز صبح، تا قبل از اذان 10 دقیقه. نگفته من قام رمضان به 10 رکعت، به 20 رکعت، به 50 رکعت. من قام رمضانه به حسب استطاعته. جهان داره موج میزنه. دیشب اینجا ما غافلگیر شدیم، بسفن اینجا بودن، تو سلام اول تهجد 4 صف بیرون بوده. همین جهان سال گذشته تو ختم تراویح و تهجد مسجد توفیقی که 2500 نفر آمده بودن، ساعت تقریبا 2:30 شب یکی از بچه ها آمد و من گفت که این دختره خجالت نمی کشه، با مانتوی کوتاه آمده. ساعت 2:30 شب بود، دسته دسته می آمدن خواهرها و برادرها. گفتم برادرم توبه بکن به درگاه خدا، حالا که آمده خوش آمده، تشخیص داده که باید بیاد، تو چیکار به مانتوش دارید؟ چیکار به گردنبندش دارید؟ فلان پسر ناخونش بلنده، فلان پسر یکش بازه، گردنبند طلا گردنشه، رو آورده به خدا، تو خدای را اون تو توبه بکن. غرور با عبادت و طاعت خیلی بدتر از اعتراف به درگاه خدا و گریه و زاری با معصیته. مثال تو قرآن مثال ابلیس و آدمه، هر دوتا گناه و معصیت خدا کردن، اما یکی مغرور به خودش بود و مادی خلقتش و عبادتش، خدا ملعونش کرد تا آخر عمر دنیا. و ماما و بابا آدم و حوا هم گناه کردن، وقتی از اون درخت ممنوع خوردن روخت شدن، لباس از تنشون افتاد، فتفقا یقصفان علیه من ورق الجنه، برگ درخت رو میکندن رو بدنشون میگذاشتن، ولی فهمیدن که اشتباه کردن، دست بلند کردن به نفری. این دعا رو نشنیدین شما تو قرآن؟ بابا آدم و بابا حوا دست بلند کردن، ربنا ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. رحم خدا را به جوش آورد، ربنا ظلمنا، بذار جوان خودش رو تقلیه بکنه. شب واقعا ما شرمندشون بودیم، خیلی از خواهرها برگشتن پایین که 4-5 سر بوده، بالا پر، تو حیات پر، 40-50 تا جوان هم اونجا کنار ماشین استاده، نمیدونه کجا بره، جا نیست. اینا رو باید سرمون گذاشت. چرا خوشحال نباشیم که بچه هامون دارن میان؟ پیامبر یک یهودی مسلمان شد، از تو خونه یهودی در آمد، یهودی فقط شهاده داد چه؟ و نفس خالی کرد، همینجور که رسول الله میخندید آمد بیرون، آمد بیرون گفت الحمدلله الذی انقذه بی من النار، الحمدلله، از بس خوشحال بود که این سپیدی دندانش میدرخشید از خنده و خوشحالی، الحمدلله که خدا به واسطه من این از جهنم نجات داد. یک یهودی رو ما راضی نمیشیم، برادرمون، عزیزمون، پسرمون، فرزندمون، نور چشممون که اسمش محمده، اسمش احمده، اسمش حمیده، اسمش محموده، اسمش علیز، دخترمون اسمش فاطمه است، اسمش زینبه، اسمش کلثومه، توبه بکنه به راه خدا بیا، خوشحال نمیشیم؟ ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین.